ترژن تاپ 10. با درود فراوان خدمت همگی شما دوستان گرامی، امیدوارم که حال تک تکتون خیلی خوب باشه. از قرن دهم تا قرن 14 میلادی پادشاهان فرانسوی در انگلیس حکمرانی می‌کردند و زبان انگلیسی تغییرات لازم رو از این زبان کسب کرده بود و در حدود قرن 16 میلادی انگلیسی تونسته بود به عنوان یک زبان شکل خود رو پیدا کنه و حدود 6 میلیون نفر در انگلیس به این زبان صحبت می‌کردند. اما در دیگر کشورها زبان ناشناخته‌ای بود. حالا چرا زبان انگلیسی بین‌المللی شد؟ پاسخ این سوال دلایل زیادی داره که در ادامه این ویدیو به اون اشاره خواهیم کرد. پس با من کوروش از کانال خوب پرژن تاپ 10 همراه باشید. یکی از دلایل اصلی در این که چرا زبان انگلیسی بین‌المللی شد اینه که کشور انگلیس در دریانوردی بسیار قدرتمند بود و به همین دلیل در سراسر جهان افراد انگلیسی زبان در حال رفت و آمد بودند. بعد از اینکه کریستوف کلمب قاره امریکا رو کشف کرد، دیگر افراد انگلیسی زبان همچون فرانسیس دریک و والتر رالی این قاره رو برای پیدا کردن اموال ارزشمند جستجو کردند. نخستین مستعمره بریتانیا در کشور امریکا جیمز تاون ویرجینیا بود که در سال 1607 اتفاق افتاد. علاوه بر امریکا، انگلیس با آسیا و در کشورهای همچون هند و آسیای شرقی نیز تجارت می‌کرد و رابطه داشت. همچنین استرالیا هم تبعیدگاهی برای زندانیان انگلیسی بود و بسیاری از آنها در آنجا ساکن شدند. گسترش امپراتوری بریتانیا به خصوص در قرون 17، 18 و 19 باعث شد که انگلیسی زبانان در مستعمرات خود زبان و سبک زندگی خود را گسترش بدن. مردم کشورهای استعمار شده و بومی منطقه به دلایل مختلفی همچون اقتصادی و یا با توسل به زور استعمارگران مجبور می شدن به زبان انگلیسی صحبت کنن. سلطه بریتانیا به مستعمرات خود بیش از 3 قرن طول کشید و در قرن 19 مستعمرات انگلیس در سراسر جهان وجود داشت. بسیاری از کشورها پس از مدتی اعلام استقلال کردند، اما همچنان زبان انگلیسی زبان رسمی کشورشان شد. در قرن 20 امریکا که به عنوان یک قدرت اقتصادی و نظامی توانسته بود رشد چشمگیری داشته باشد، با وجود استقلال همچنان از زبان انگلیسی در علوم، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اطلاعات و غیره به صورت گسترده استفاده می‌کرد و این زبان به عنوان زبان رسمی این کشور شناخته می‌شود. در حال حاضر انگلیسی زبان مادری بیش از 460 میلیون شهروند بریتانیایی، امریکایی، کانادایی و استرالیایی است. علاوه بر اون به دلیل نفوذ نظامی، اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی دولت انگلیس در سده‌های 18 و 19 میلادی و همچنین نفوذ فرهنگی و رسانه‌ای امریکا در سده 20 و 21 تعداد 700 میلیون نفر نیز زبان انگلیسی رو به عنوان زبان دوم خود به کار می‌برند و میلیون‌ها نفر دیگه در سراسر جهان در حال یادگیری این زبان می‌باشند تا بخشی از نیازهای علمی فرهنگی خود را رفع کنند. در دنیای امروز اگر بخواهید در رشته‌ای تحصیل کنید یا مدیری موفق باشید، دونستن زبان انگلیسی براتون یک ضرورت به شمار میاد، چرا که در اون صورت میتونید در تجربیاتی که دیگر مردم دنیا به دست آوردن سهیم بشید و در ارتباطی تنگاتنگ با آنها دانش خود رو بروز نگه دارید. علاوه بر این، در دنیایی که پیشرفت وسایل ارتباط جمعی رفته رفته اون رو به دهکده فرضی بدل میکنه، نیاز به زبانی مشترک برای برقراری ارتباط و پیشبرد اهداف علمی اجتماعی بشر بیش از پیش احساس میشه. بنابراین یادگیری زبان انگلیسی که چه بخوایم و چه نخوایم به زبان ارتباط مردم دنیا بدل شده، امری حیاتی است و در اولویت کاری تاجران، دانشپژوهان و غیره قرار گرفته. پس چه خوبه که سعی کنیم با حفظ زبان، فرهنگ، آداب سنتی خودمون و آموزش اونها به نسل دیگه و فرزندانمون، در کنار اینها به یادگیری زبان انگلیسی هم بپردازیم تا از این چرخه بین‌المللی عقب نمونیم. خب خیلی ممنون از شما دوستان گرامی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. لطفاً اگر از ویدیو خوشتون اومد اونو لایکش کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر نظری دارید حتما برای ما کامنتش کنید تا ویدیوهای بعدی همیشه سالم، سرزنده و شاد باشید. شب و روزتون خوش.